تشدید موج حملات تروریستی پاکستان را به حالت آماده باش درآورد. منابع رسمی پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند که تمامی نهادهای مجری قانون، دستگاه‌های امنیتی و نیروهای ضد تروریسم در تمامی ایالت‌ها و مناطق مرزی در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفتند. وزیر کشور پاکستان نیز روز گذشته طی کنفرانسی خبری در اسلام آباد با یادآوری عملیات تروریستی سنی‌های تندرو در اسلام آباد و لاهور گفت برخی از گروه‌های تروریستی دست به تحرکات جدید علیه صلح و امنیت ملی زدند و دستگاه‌های امنیتی در حال شناسایی و بازداشت عوامل این ناامنی‌ها هستند. وزارت کشور پاکستان نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی دستور آماده باش کامل را به سازمان‌های مجری قانون و دستگاه‌های امنیتی در شهرهای بزرگ و مهم و مناطق مرزی ابلاغ کرد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند پس از توقف مذاکرات سازش میان دولت و گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان و پایان آتش‌بس دو جانبه، موج جدید حملات و ناامنی‌ها در مناطق مختلف پاکستان آغاز شده است. گفتنی است در پی حمله تروریستی به نیروهای پلیس در غرب اسلام آباد، یک پلیس پاکستان جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شدند. انفجار بمب در یک مرکز تجاری در شهر لاهور نیز جان دو نفر را گرفت و 25 نفر دیگر را مجروح ساخت. سنی‌های تندروی طالبان پاکستان و شورشیان ارتش ملی‌گرای بلوچ به ترتیب مسئولیت حمله در اسلام آباد و انفجار لاهور را بر عهده گرفتند. وزیر کشور پاکستان پیشتر گفته بود که تسلط طالبان بر افغانستان و حوادث پساخروج آمریکا از این کشور یکی از عوامل اقدامات تروریستی و گروه‌های ضد پاکستانی برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در مرزها و داخل این کشور است.